Are you ready to be your own boss and achieve your dreams? Liberty Business Advisors of San Francisco, Inc. is a full-service business consulting and brokerage firm specializing in small to medium-sized businesses. At Liberty Business Advisors, our professionals include lawyers, accountants, realtors who have years of experience in selling and marketing business opportunities. Call Business Advisors for free consultation if you're thinking about selling or planning buying a new business. Call us at 925-932-2450. Visit us on our website, lbaweb.com, or follow us on Facebook. بیننده های عزیز خوش آمدیم به برنامه بزنس ادوایزرز 101. حالا ما میریم در بخش سیوم برنامه است و حالا ما کوشش میکنیم که شما اگر میخواین که امروی ما دیرکلی کت ما با تماس شوین، شما میتونین تلفون کنیم بر ما و شماره تلفن هم براتان در پرده تلویزیون براتان معلوم میشه. یک نمره است که شما میتونین زنگ بزنین 510-500-4580 و نمره دوم میشه باشین ببخشین که پیدایش میخواییم کنیم که 510-745-1811. شما دیگه کوشش کنیم بر ما زنگ بزنین و تلفن هم کامد ما کوشش میکنیم جوابش بتیم. مسعود جان دیگه حالا متوجه لاین هم به حساب میباشیم، مثل کنترولر وره میباشیم، فون آپریتر. لیکن حالا سوال میکنیم که مثلا شاید یک کسی پول داشته باشه، لیکن اونا یک بزنسی که میگیرن شاید ضرورت داشته باشه با فاینانسینگ. کمک میتونیم در باره SBA لون صحبت کنیم که SBA لون چی است؟ 100%. ببینید SBA لون همونطور که میگن تلفن ها اومده مجبور است ما فون آپریتر هستیم. بله، ساداتی هستم، رو خط آریانات افغانستان هستیم. بفرمایید. بله بفرمایید. الو الو. بله بفرمایید. الو بله بفرمایید. آه بسپیکرش بسده سپیکرشان بفرمایید. قد شد واو سو مچ فور دات. متاسفانه مثل که ناشنا بودیم با تلفن قد شدش. دوست از اگه دوست داشتیم میتونیم باز محتر بیاین رو خط در خدمتتون هستیم. راجع به SBA شما پرسیدید. SBA استند برای Small Business Administration. یک گورنمنت ایجنسی هستش که کمک میکنه، چون هم توی که عرض کردم سیستم امریکا رو این ساخته شده که کار ایجاد بکنن. بله. و کار ایجاد کردن احتیاج به بیزنس داره. خط باز شلوغ شده شده. ساعتی هستم با دوست از آقای برمل. ما مهمان شما. بفرمایید. بله بله بفرمایید. الو درست تلفن؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. سلام. تشکر. سلام آقای برمل. سلام، چطور هستین شما؟ خوب هستین؟ تشکر. من میخواستم امروز برمل جان تگلاین دیگه کار بزنم. خواهی تو کنین که اگه وقت برنامه که خلاص شد باز شما میتونین که در نمرهش از خود موبایلم در پرده تلویزیون است، شما میتونید دمون را زنگ بزنید. 925-270-5254. تشکر. تشکر، خداحافظ. با امان خدا. قد شدش. فکر میکنم ما شما ترینینگ زبان خو خیره فر میکنه. You are the pilot. You see them behind the pilot. غلطی زیاد شده. خود سوالی بود که چطور ما میتونم کوالیفای شم با SBA لون؟ و کرایتریا چی است؟ Go ahead. For the third time. لیکن نبودن. ببینید همونطور که عرض کردم SBA stand for Small Business Administration Loan و هدف SBA این هستش که کمک بکنه برای کسایی که میخوان بیزنس های کوچیک رو شروع بکنن، راه اندازی کنن، که نتیجتا باعث میشه که اشتغال زایی بشه، یعنی اشخاص مختلفی شروع به کار میکنن. روی این حساب دولت حمایت میکنه از بیزنسمنایی که
میخوان، از بگم از انترپرنورایی که میخوان بیزنس برای خودشون بزنن، SBA در واقع لون نمیده، بلکه لون رو گارانتی میکنه. یعنی وامایی که بانک قبول میکنه SBA گارانتی میکنه بانکو که اگر طبق اون شرایطی که دولت میگه بانک بیاد به شخصی پول بده، احیانا اگر اون شخص نتونه بچه که قرض کرده بارو کرده وامو پس بده، دولت کنه استپ اینده و اون پولو پرداخت میکنه. و این یک گایدلاین خودشو داره، یعنی یک گایدلاین مخصوص داره که برای همین عرض کردم که مهمه که عزیزانی که بیزنس دارن یا خیال این دارن که بیزنس بزنن، حتما کتاباشون درست باشه. یعنی بله، کتاباشون از نظر مالیتی درست باشه. مثلا وقتی شما میخواین فینانسینگ از حکومت بگیرین یا از پرایوت بانک یا بانک بگیرین، و این لونای SBA تا اونجایی که مربوط به کار ما میشه، باز بگیم که به دو نوع هستش، یکی شستش 7A، دیگری شستش 504. و این نوع لون یکیشون برای این هستش که اگه کسی میخواد فرضاً وسایل بیزنسشو بخره، اکوپمنت، ماشینری بخره و به قول معروف مرک نداره، فقط وسایلی که داره به عنوان کلادرا میذاره. دومیش که 504 باشه برای کسایی هستش که میخوان ساختمونی رو بخرن که فرضاً میخوان ماشین شاپ درست کنن، فکتوری درست بکنن، میخوان رستورانی داشته باشن که مرک مال خودشون باشه، یا میخوان گستشنی بخرن که صاحب مرک باشن. اینا از طریق دوم وارد SBA میشن و لیمیت اون تا 5 میلیون دلار هستش که میتونن از این موقع استفاده بکنن. که طرز گرفتن وامش زیاد مشکل نیستش، از نظر بهره ای که میدن نسبتا ارزونتر از کمرشال لون هستش و باعث میشه که یه بیزنسمن بتونه اکسپاند بکنه و تو بیزنسش موفق تر باشه. این حال شما مثلا که مثل که لونای که دیگر رقمی میباشه که مثلا یک کسی میره خانه میگیرم، آیا مهم است که باید کردیت خوب داشته باشین؟ و کردیت آن اگر خوب نباشه، مثلا یک شخص شاید استیل لونشان مثلا دفالت کرده باشه یا بانکرپسی داشته باشه، آیا اینا میتونن که SBA لون کوالیفای شون؟ سوال خوبی کریم برمی جان. کسانی که استودنت لون داشتن و به نوع یا به هر دلیلی اون استودنت لون رو متاسفانه اکثر موقع نمیتونن که SBA لون بگیرن. بله. همینطور اگر اشخاصی که بانکراپسی اعلام کرده باشن، گرفتن SBA لون براشون مشکل میشه. البته ایمپاسیبل نیستش، غیر ممکن نیست، فقط از بیکام وری دیفیکالت. اون اشخاص میتونن باز با دفاتر ما تماس بگیرن، ما رابطه خیلی نزدیکی داریم با این لندرهایی که فقط کارشون SBA هستش و بیشتر میتونیم براتون توضیح بدیم. اما متاسفانه کسایی که استودنت لون، چون لاجیک بیهایندش هم این هستش که کسی که چون میده استودنت لون، لونی که دولت دولتی کرده و دلیلش هم اینه که احیانا اگه شما فرضاً استودنت لون تو پرداخت نکردی، نمیتونی باز برگردی از دولت بخوای که بیاد بیزنس تو برات فایننس بکنه. جای تاسفه برای بعضی از این که 2000 دلار یا 3000 استودنت لون رو پرداخت نکردن و الان که میخوان 2 میلیون دلار ما قرض بکنن، نمیتونم اون پولو بگیرم. بازم بیننده های عزیز براتون یادآوری میکنم، اگر شما میخواین که کتما با تماس شوین، شما میتونین از هر دفعه که بر ما زنگ بزنین، نمره استودیو دو نمره است که شما در پرده تی وی شما میبینین، 1-610-545-80 و همچنان یکی دیگه 610-745-18-11-11. شما لطف کنین اگر کدام سوال های داشته باشین در مسئله بزنس بر ما زنگ بزنین. سوال عزیز که شما گفتین خیلی که پروسس چیز که اول اگر کسی جنجال هم داشته باشه به مسئله کردیت، یا بازم ما شما میتونیم که کمکشان کنیم ببینیم که پروسس چی می باشم. وقتی که شما SBA لون که میگیرین، آیا SBA لون بر 5 سال می باشه، 10 سال می باشه، 20 سال می باشه، مثل از اینکه مورگیج میگیرم در 30 سال اون من نگاه نفر می باشه؟ ببینید SBA بستگی داره که کدوم نوشو شما داریم میگیرید، آیا 504 رو داریم صحبت میکنید یا 7A. همطور که عرض کردم یکیشون برای این که شما وسایل اکوپمنت و ماشینری رو میگیرید، حتی این پول میتونه برای گودویل بیزنس هم استفاده بشه. معمولا اینجور لونا بین 7 ساله هستن یا 10 ساله، بستگی به لیست داره. خوب شد که اینم اینجا عرض بکنم که
اگر شما دارید بیزنسی میخرید، خودتون دارید مستقیما میخواین که یه بیزنس رو بگیرید، شاید بهتر اینه که مطمئن باشید که لیستی که دارید از اون بیزنس، این تلفن رو میخواین شما بگیرید. ببخشید، بفرمایید. سلام، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بفرمایید. فرمجان هستی شما؟ بله، بفرمایید. من میخواستم پرسان کنم در باره چی همی پیسی که مثلا از خارج کس میاره، یک میلیون دلار یا 500 میلیون دلار. بله. این به حساب بزنس. بله. شما میتونین بگوین که این تکس و این چیزا میای سرش که از افغانستان بره اینجا؟ خب یعنی سوالتون اینه، اگر شما مثلا از 500 هزار تا 1 میلیون دلار از افغانستان شما به حساب ایره میخواین با امریکا بیارینش، امی سوالتون است که شما خودتون اول سیتیزن امریکا هستین یا خود امریکا زندگی میکنین؟ بله. خب مسعود جان چی؟ ببینید، ممنونم از سوالی که کردین، سوال خیلی خوبی هستش. ما دو نوع پروگرام داریم، یکی به نام EB2 یکی EB5 هستش، که من بودم یکیشون به عنوان این است که شما اینوستمنت ویزا میگیرید، یکی دیگه شون هستش که شما کارت سبز میگیرید و رزیدنسی بهتون میدن. معمولا اگر شما بخواید سرمایه گذاری بکنید دو مرتبه، این به خاطر این هستش که دولت هدفش این است که اشتغال زایی بکنه و پولی که شما میارید باعث این بشه که کار ایجاد بشه تو امریکا. اگر شما احیانا بخواید برید تو ایالت‌های میدوست امریکا، ایالت‌هایی که جمعیت زیاد نیستش، کارخانجات زیاد نیستش، بخواید برید تو جاهایی که جمعیت نیسته، شما تیرج فقط 500 هزار دلار سرمایه گذاری کنید. اگر شما بخواید توی جایی که متروپولیتان، کاسموپولیتان هستش، که فرضا مثل کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، شهرهای بزرگ، بله. شما تیرج دارید که 1 میلیون دلار سرمایه گذاری کنید. البته 1 میلیون دلار براتون بهتون اجازه از کنم بهتون گرین کارت میدن و اجازه اقامت برای خودتون و خانوادتون میدن. اما از اون کمتر هم میتونن، از اینکه که قصد دارن بیان امریکا، میخوان سرمایه گذاری بکنن و ویزا بگیرن، میتونن با رقم های پایین تر 175 تا 250 تا میتونن ویزای امریکا رو بگیرن، بهش ویزای اینوستمنت ویزا میگن و میتونن بیان امریکا کار داشته باشن. باید همه تلفوناتون خطا شلوغ. بله، ببخشید. بله، میخواستم به امیر بفهم که سرمایه و پیسه که ما میاریم در امریکا تکس گرفته میشه؟ ببینید، خود سرمایه‌تون که میادش تکس نمیخوره بهش، اما اگر سرمایه‌تون بهره بانکی میگیره، رو اون بهره بانکی شما بس مالیات بدید، خود سرمایه تکس بهش نمیخوره. اصل سرمایه‌تون سر بهش چیزی نمیخوره. و اگر مسئله EB5 یه چیزی که مسعود جان صحبت کردن، اگر میفهمین از شما یا فامیل یا دوستایی که میخوان با امریکا بیان زندگی کنن، و این یک چیز است که منصور جان در آفیسشان ای را صداب کنن که اترنی یاد دارن که میتونن کمک کنن. شما میتونید شماره تلفن از ماس یا منصور جان زنگ بزنین اگر میخواین زیادتر معلومات از بین. تشکر از سوالتان. من باز اینجا اضافه کنم که با اجازت من برای شنبه عازم دبی هستم. ما تو دبی سمینار خواهیم داشت، فقط برای اشخاصی که هدفشون این هستش که بخوام بیان امریکا سرمایه گذاری کنن. شما اگر با شماره من تماس بگیرید، بهتون محلش رو بهتون اعلام میکنیم، روزش هم اعلام میکنیم. در دبی ما، من شنبه پروازم به دبی هستش، انشالله برای یک شنبه یا دو شنبه دبی خواهم بود و اونجا جلساتی، سمینارهای مختلف ما برای مخصوص همین کار که اعضایی که قصد دارن بیان امریکا و میخوان سرمایه گذاری کنن، ما در اونجا برشون بیشتر توضیح دادیم. مثلا جانت میشه که شما به حساب دیگه باز مرا دیگه به حساب شما بسید، من پیلوت بودم، شما کوپایلت بودین، حالا شما باز که برین ایمچ تو شما ماشالله اینقدر قوی هستی که ما باشیم نباشی شما باز این پرواز رو انجام میدیم. به مثلا جان شما خیلی تو میکنیم حالا یک ذره امی برنامه رو تغییر میتیم، شما از من سوال کنین، ما جواب چند سوال های شما رو میدونم. من سوال هایی که من روز اولم که با شما آشنا شدم این سوال از شما کردم و واقعا شب من باید به عزیزانی که این برنامه رو میبینن تبریک بگم. آقای برمرگرند، من مدت زیاد نیست که با ایشون آشنا شدم، اما تو اون چند لحظه اولی که با ایشون آشنا شدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که ایشون یه شخص واقعا ملی هستن، سعی میکنن برای کامیونیتی افغان ها فعالیت کنن.
و دلیلم که بنده الان اینجا نشستم اینه که ایشون با اون زبان خوب و چرب و نرمی که داشتن ما رو چیز کردن که اسپانسر این برنامه‌شون بشن. اینه که قطعه بله هدف ایشون اینه که بله باشه بگ بفرمایید شما کدام سوال دارین؟ بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام چطور هستین شما؟ خوب هستین؟ بفرمایید. شکر فرض خواهد شما خوب هستین؟ تشکر. من یک سوال داشتم از برادرم که یک دخترتم در سویدن هست، 4 تا 3 سال داره، شوهرش هست، میخواد که در امریکا بیه. بله در امریکا بیان امو چی رقم بیان میخواین که یک بزنس همیجا واز کنن از طریق یک بزنس اگر بتوانن بیان چقدر پول داشته باشن، چطور در کجا مراجعه کنن، چه قسم میتونن که بیان در امریکا. تشکر از سوالتان، سوالتان بسیار معقول بود، این سوالتان من سوجان جواب میده. تشکر. کجا بود دخترشون؟ سویدن. همونطور که عرض کردم دختر شما بستگی داره که به کدوم ایالت میخواد هجرت بکنن، میخوان بیان تو کالیفرنیا یا میخوان برن فرض کنی اوکلاهوما. فرق نمیکنه کدام سی امریکا فرق میکنه چون از نظر سرمایه‌ای که احتیاج دارم تو که عرض کردم اگر بخوان جایی برن که جمعیت زیاد، یعنی متروپولیتن، شهرهای شلوغ میخوان بیان، فرض مثل کالیفرنیا که ایالتی هستش که شلوغ هستش، کار زیاد هستش، از نظر آب و هوا خوب هستش، جمعیت زیادی هستش، معمولا احتیاج به 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دارن اگر میخوان که گرین کارت بگیرن، میخوان رزیدنسی بگیرن. اگر میخوان برن تو ایالت‌های وسط امریکا که کمتر اونجاها کار هستش، با 500 هزار دلار میتونن دو مرتبه همون گرین کارت بگیرن. و اگر میخوان که بیان نه به عنوان رزیدنت که بیان اینجا بمونن، شما میدونید کسی که گرین کارت داره یه امتیازاتی داره که یه نفر که فرزند به عنوان اینوستر ویزاد میادش اونو نداره، من جمله مثلا بچه هاشو میتونن برن مدرسه، از مزایای دولتی استفاده بکنن. کسایی که به عنوان اینوستر میخوان بیان تو امریکا با رقم های پایین تر در حدود 170 تا 200 تا 250 تا میتونن بیان به امریکا به عنوان اینوستر، میتونن بیزنس بخرن و وارد امریکا بشن. میتونن بیننده عزیز شما با شماره تلفن مسعود جان زنگ بزنین یا ایمیلشان کنین یا با شماره تلفن ما زنگ بزنین. باز ما میتونیم اگر شما میخواین زیاد انفورمیشن بگیرین ضرورت داشته باشید ما میتونیم که شما را کمک کنیم. بفرمایید سوال از شما از ما بله من داشتم عرض میکردم که طرز آشنایی من با شما و من تحت تاثیر ایده شما قرار گرفتم و میدونم که شما خیلی فعال هستید بله. تو کارا و کامیونیتی افغان ها. سوالی که من از شما امروز داشتم، باز بهتر از طلب بینندگان سن از کنم که هدف شما از این برنامه چی بودش و میخواین چه پیغامی میخواین برسونید به هموطنان خودتون و برای چی این برنامه رو اجرا داریم میکنیم. سوال بسیار معقول، تشکر. مسعود جان مثل که شما که بسیار گفتین که من انجینیر هستم، دکتر هستم، آجیم هستم، من تا حالا تا اونجا نرسیدیم بایستم، نه آجی هستم نه چیزم، لیکن مهمترین هدف من که هست فکر میکنم از خاطر عزیز که من همیشه وقت در کمیونیتی انوالو شدم و وقتی که کتم مریلنچ هم کار میکردم، یک چیزی که من متوجه شدم یک کمبودی در کمیونیتی ما بود که به حساب فاینانشل پلانینگ بود، فاینانشل ادوایس بود و بزنس پلانینگ بود. و امروز شما که آشنا شدم منصور جان چند ماه پیش، ما شما به این نتیجه رسیدیم که راستی اگر ما بتونه توسط یک برنامه که ما مردم برشان به حساب راهنماییشان کنیم، کمکشان کنیم به مسائل بزنس. بزنس خودش یک آرت وارست و یک کس خود یک ساینس است دیگه. از اون خاطر فکر میکنم این کمک زراده به معلومات که توسطم تو یک برنامه ما شما بابا جان ببخشی اتاق فرمان میگن تلفونا شلوغ شده صحبتی که شما میکنید همه دوستان بفرمایی شما صادقی هستم با دوست از اون آقای بارمل در خدمت شما هستیم در تلویزیون آریانا افغانستان. بفرمایید خط هستید. سلام علیکم. سلام ببخشید آقا مسعود، من یه سوالی رو میخواستم از شما بپرسم. بعد من گرین کارت دارم و فقط کردیت من هم خیلی خوبه، بعد من میخوام یه بیزنسی بخرم، سرمایه خودم چقدر سرمایه میخواد، از خودم باید اول چقدر من خودم داشته باشم؟ ببینید چقدر سرمایه میخواید شما بیاریم بستگی به این داره که
ریالیستیکلی چقدر میخواین درآمد داشته باشید؟ این سوالیه که من توصیه میکنم به همه عزیزانی که فکر این میکنن که برای خودشون بیزنس بزنن، اول با خودشون کنار بیان، خرج خودشون رو بنویسن که با چقدر درآمد میتونن زندگیشون رو بگذرونن. همیشه هم یه 20% علاوه بر اون چیزی که فکر میکنید رو اون رقم اضافه بکنید. وقتی اون رو شما معین کردید، نسبت به اون که چقدر درآمد دارید، بعد میتونیم بگیم چه بیزنسی بخریم که اینقدر به من درآمد بده. وقتی ما اونو معین کردیم، بعد میگیم آقا شما فرضاً اگه 300 هزار دلار واسه بیزنس بخرید، حداقل شما احتیاج به 25-30% دارید. سالهای قبل از که بحران اقتصادی امریکا باشه، معمولاً با 10-20% حداکثر شما میتونستید یه بیزنس رو بخرید، اما الان حدوداً 25-30% واسه بذارید که بخواد یه بیزنس رو بخری. اگر فرضاً شما یه بیزنس 300 هزار دلار میخواید بخرین، حدوداً نزدیک به فرض کنید 75 هزار دلار واسه دستتون باشه، حداقل 25-30 هزار دلار هم برای بکاپ میخواین داشته باشین که بخواین وارد یه بیزنس بشید. ان شاء الله که جوابتون داده باشه. خواهش میکنم. تشکر. بفرمایید. بفرمایید. سلام. من میخوام با آقای مسعود خان صحبت کنم. این برنامه یک تلویزیونی. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بفرمایید. بله. من یه کسی هستم، در ورجینیا صحبت میکنم. گوشی با شماست؟ بله بفرمایید. میخوام بفرمایید. گوش میکنید؟ بله. من در ورجینیا صحبت میکنم. کریدیتم خیلی خوبه. 100,000 دلار دارم. 100,000 دلار های باش بکنم. ولی 100,000 دلار فرمودیم؟ 600 تا. 600 تا؟ 300 تا. خواهم این کار رو باش شروع کنم. خودم آرایشگر هستم. ببینم چی کار میتونم با این پول بکنم. بله. ببینید اینکه چه کار میتونم بکنم، اگه فرضاً شما توی دفتر مو باشید، من اولین سوالی که از شما میکنم که هابیتون چی هستش؟ دلیلش هم اینه که هابی من آرایشگری هست. میام تو کار سلمانی موفقم. اوکی. ببینید معمولاً کسی که هابی خودش رو فالو بکنه تو کارش موفق میشه، چون وقتی شما هابی خودتو انجام میدی، به نظر دیگه کار نیستش، سرگرمیه. و اگه شما 10-12 ساعت هم وقت بذارید اونجا، خستتون نمیکنه. متاسفانه بعضی از دوستان اینو در نظر نمیگیرن، فقط به خاطر اینکه کی از اقوامشون فرضاً یه بیزنسی داره، میرن وارد اون بیزنس میشن و هیچ علاقه ندارن. من بهتون شاید این داستانو بخوام خیلی کوتاه بهتون میگم. ما موقعیتی بوده که فرضاً یه شخصی اومده برای خانومش یه پمپ بنزین خریده، در عرض یک هفته اومده با ما پس داده، گفته آقا اینو برای من بفروشین، چون خانومم احساس میکنه وقتی پمپ بنزین میره، میاد خونه دستش بو بنزین میگیره. خب آف کورس شما اگر پمپ بنزین میخرید باش میاد دیگه. اینه که شما اگر تو کارتون موفق هستید یا علاقه به آرایشگری دارید، من پیشنهادم اینه که شاید سالن بزرگتری باز بگیرید، یا باستی برید مثلا تو خط ساپلای لوازم آرایش، کارهایی که به اون رشته‌ای که شما علاقه دارید وابسته باشه، معمولا موفقیتتون بیشتر هستش. برای این 300 تا. 300 هزار تا البته وقتی بگید سالونی که بخواد 300 هزار تا باشه، سالون خیلی خیلی شایسته بس باشه. 300 هزار تا برای بیشتر آرایشگاهی که هستن به این قیمت نیستن، خیلی کمتر از این هستن. البته داشتیم آرایشگاهی که 800 هزار تا قیمتش بوده و البته واقعا یه بیزنس موفقی هم هستش، بیزنسی هستی که نمیبره خوش ایجاد کرده. اما من پیشنهادم به شما، اگر علاقتون تو کار آرایشگاه هستش، حتما تو اون رشته سرمایه گذاری کنید. فکر میکنید 300 هزار تا براش کافیه؟ 300 هزار تا یا 600 هزار تا میگین؟ 600 تا. 300 تا کافی هستش. بله. تشکر از سوالتان. 100 درصد کافی هستش. خداحافظ. خیلی متشکرم. میفرمونی شما. فکر میکنم که مسعود جان تلفن همه دوست برینده همه خوانم صحبت کنن، سوال ها زیاد دارن و دفته آینده ما کوشش میکنیم که امروز شما با شما وقت برنامه رو پیش بردیم. مسعود جان نمی باشه، لیکن من کوشش میکنم که امی پیلوت خوب باشم و موفق باشیم. سوال شما را بازم طورا که ما 5 دقیقه برنامه مانده، منصور جان اگر شما یک دقیقه دو دقیقه چیزی گفتنی استین، باز من فاینال من ممنون هستم که این
چند شب و شما به من وقت دادید که با دوستان عزیز در تماس باشم. امیدوارم که بتونم جواب عزیزان رو داده باشم و پیشنهاد میکنم دو مرتبه ای که اشخاصی که فکر دارن دریم داشتن برای خودشون تو همیشه تو این فکر بودن که بیزنس خودشون رو بزنن جوانتر نمیشن. به قول ما فارسی میگیم که خیلی زود دیر میشه. قبل از که بیشتر دیر بشه اون دریم خودتون رو فالو بکنید، اون ایده‌ای که داشتید، و 100% موفق خواهی شد اگر واقعا نیتتون درست باشه، پشت کار نشون بدید. هیچ کشوری مثل امریکا نمیتونه این موقعیت به شما بده که تو اون به اون دریم خودتون برسید و حتما برای خودتون بیزنس کنید. اگر به کمک ما احتیاج داشتید میتونید با تلفنی که هستش تو صحنه تلویزیون با ما تماس بگیرید. حتما خود ما اگر باشم، اگر نه یکی از دوستان عزیزی که از ایجنت های ما با شما تماس میگیرن، ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط شما باید این اراده رو بکنید، با ما تلفن بزنید، ما در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون هستم دو مرتبه از شما که این موقعیت رو دادید. من هفته دیگه نیستم با ایدتون. کسایی که قصد دارن که بیان امریکا میتونن با من تماس بگیرن. من تو دبی خواهم بود، اونجا سمیناری ما داریم برای عزیزانی که میخوان بیان امریکا و اینوستمنت ویزا یا رزیدنسی کارت بگیرن. ممنون هستم. تشکر از شما. یک حالا در بخش آخری برنامه رسیدیم که یک فاینل رپ اپ میگمش که من دو سه دقیقه یک صحبت با شما صحبت میکنم. ایره ما اومن در انگلیسی میگم که شاید یکان بینیدهای ما فارسیشان خوب نباشه، شاید به انگلیسی زیادتر بفهمن. One of the dreams that I have, ladies and gentlemen, که one day I'll open the Wall Street Journal and I'll see that one of our Afghan American businesses have been started to publicly trade on the NASDAQ or the S&P 500. I think that would be a massive achievement for the Afghan community. It might not happen tomorrow or the next day in a year or 2 years, but I know one day it's coming. And it's going to be a great accomplishment for our community to see a company just like the Googles, just like the Facebooks, the YouTube, Twitter, that we should have our own technology company in the near future started by Afghan entrepreneurs living in this country. One of the other things that we're going to focus going forward is to possibly host within the next 6 months or a few months from now on an Afghan International Business Convention. This convention is going to be actually to connect all the business communities together, bringing them together, and basically we recognize and celebrate and their achievements. So stay tuned for this monumental event that we're going to eventually have in the Bay Area, and then we'll try to like possibly host it in the other cities as well, where we could actually go and give achievements and awards. So we can actually give awards for achievements for those individuals that have actually done so well in the community. In the coming weeks, we're going to have guests, some more guests that are authors. We're going to have a doctor from Atlanta that has actually written a book, and a great book about Sufism. We're going to have a gentleman next week that's actually started a very successful pizza business, and he's going to come and share his story. And so we're going to have a lot of interesting individuals in the coming weeks to share their stories. Once again, I invite you to come and be part of this media, part of this program, because we want to share your stories, we want to share your accomplishments, because our community needs stories like this. We need positive stories. We need to come together in a sense that we can educate the community so we can actually all financially benefit from it. So once we are financially better off in the community, then we can do a lot of things, whether it's a Afghan cultural center or eventually having our own international media company that actually can make movies just like Hollywood from our own backyard. So thank you so much, ladies and gentlemen. بسا تشکر از اینکه شما این برنامه را دیدن. دوشنبه آیندام به می وقت ما که شما می باشیم. Once again, thank you so much. Good night. شب خوش. This is the ultimate question for you. Are you ready to be your own boss and achieve your dreams? Liberty Business Advisors of San Francisco, Inc. is a full-service business consulting and brokerage firm specializing in small to medium-sized businesses. At Liberty Business Advisors, our professionals include lawyers, accountants, realtors,
who have years of experience in selling and marketing business opportunities. Call Business Advisors for free consultation if you're thinking about selling or planning buying a new business. Call us at 925-932-2450. Visit us on our website, lbaweb.com, or follow us on Facebook.